پایان 10 روز نمایش فیلم و فرش‌های قرمز جشنواره برلین که این بار اما سال بسیار متفاوتی برای سینمای ایران بود. محروم کردن سینمای دولتی و در مقابل نمایش همبستگی تمام عیار با مردم ایران. Connection or the exchange between Iranian cinema and Berlin has always been strong. ارتباط و بدبستان سینمای ایران و جشنواره برلین همیشه قوی بوده، اما سال گذشته با اتفاقاتی که در ایران افتاد شاید بشه گفت سینماگران ایرانی انرژی بیشتری داشتن که داستانهاشون رو بگن. ما میخواستیم اونها رو حمایت کنیم و مشکلاتشون رو روایت کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم یک فرش قرمز ویژه برای جنبش اعتراضی ایرانی ها داشته باشیم. امسال این بخت رو هم داشتیم که گروهی از بازیگران ایرانی رو اینجا داشته باشیم، از گلشیفت فراهانی در هیئت داوران تا زر امیر ابراهیمی با 2 فیلم و همینطور نیکی کریمی. خیلی عالی بود. فیلم کوتاه من خود من هم میرقصم ساخته محمد ولیزادگان که در بخش نسل بالای 14 سال نمایش داشت، جایزه بهترین فیلم این بخش را که توسط داوران جوان قضاوت میشد به دست آورد. فیلمی درباره ممنوعیت رقص در ایران که در آن دنیای دختری عاشق رقصیدن به تصویر کشیده شده است. یکی از دست‌اندرکاران فیلم به هنگام نمایش این فیلم در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی لباس زندانیان اوین را پوشید و کارگردان فیلم هم جایزه‌اش را به خدانور لوجه‌ای، جوان معترض کشته شده که رقص‌هایش مشهور شده، تقدیم کرد. برای فرار از دلهره، سومین تولد دور از خانه را برای خودم جشن گرفتم. رقص از هر مدل و سبکی که به ذهن می‌رسد. 7 زمستان در تهران ساخته اشتفی نیدرزل درباره اعدام ریحانه جباری هم مستند دیدنی بود که جایزه بخش مرور سینمای آلمان را به دست آورد. اما خرس طلای امسال برخلاف انتظار بسیاری از کارشناسان به فیلم مستند در آدامان ساخته نیکولاس فیلیبر از فرانسه رسید. فیلمی که بی خانمانها و افراد دارای مشکلات روحی را در برابر دوربین قرار می دهد. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم در آتش ساخته کریستیان پتزولد، فیلمساز شناخته شده آلمانی رسید که دغدغه‌های روشنفکرانه یک نویسنده در برخورد با یک زن را تصویر می‌کند. Und der Titel? محمد عبدی، برلین. Ja, ja, klar.